با سلام به شما که از طریق گوگل هنگ اوت امروز با ما هستین و بیننده و شنونده برنامه هستین. امروز تعدادی از بیننده ها و شنونده های برنامه های رادیو آشنا و تلویزیون آشنا صدای آمریکا را گرده هم در گوگل هنگ اوت با خود داریم از نقاط مختلف جهان، افغانستان، اروپا و آمریکا و تا با مهمان بسیار خوبی که در برنامه امروز و یا در گفتگوی مجازی امروز با خود داریم اینا صحبت و نظریات خود را رد و بدل کنند. البته طوری که میدانین این صحبت ما از طریق گوگل هنگ اوت هست، یعنی بدون گوگل هنگ اوت ما هرگز نمیتونستیم مهمان خوب برنامه را از امریکا، تعداد از شرکت کننده های خوب از اروپا و تعداد را از افغانستان گرده هم جمع کنیم که تاکید بر اهمیت رسانه اجتماعی در جمع کردن مردم از اکناف و اطراف جهان با هم روی یک موضوع است و چه کسی بهتر از آقای فرهاد دریا تا در این مورد با شما صحبت کنن، مهمان خوب ما، هنرمند مستعد و محبوب افغانستان که اتفاقا یک ابتکار بسیار جالب را روی دست گرفته بودن و فکر میکنم یکی از هنرمندان هستن که به انقلاب رسانه اجتماعی پیوستن و از طریق فیسبوک با دوستداران خود در تماس هستند. آقای دریا سلام به شما، صبح شما بخیر. تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه گوگل هنگ اوت تلویزیون و رادیو آشنای صدای آمریکا قرار دادین. صحبت از رسانه‌های اجتماعی شد. قبل از اینکه ما به فعالیت‌های دیگه شما بپردازیم، شما اخیراً یک صفحه فیسبوک آغاز کردین که در اون تعداد کثیری از علاقمندان شما هستن و یک نشست یا مهمانی را هم میزبانی کردین برای تعداد از اونا. کمی بیشتر روی ابتکار صحبت کنیم. چطور به فکر شما خطور کرد که میتونه یک هنرمند از رسانه اجتماعی برای ترویج هنر خود استفاده کنه؟ با سلام و درود خدمت شما و بر همه عزیزای کمیل از در این چت و کنار هم نشستن. من دوست دارم چطا اختلاط بگویم، اگر شما موافق باشین، دوستان موافق باشن در این اختلاط با هم هم صحبت و هم کلام هستن. به ارتباط سوال شما، اگر در کل بگویم که ما در عصر رسانه های اجتماعی زندگی میکنیم، نفس میکشیم، رسانه هایی که امروز کلانترین ماشین رابطه ساز میان انسان‌ها و ابزار اتصال فرد با اجتماعات کلانتر است، که ابزاری که توان زیاد داره، قادر است بین ما و دیگران عظیم‌ترین و گسترده‌ترین گره رابطه ها را قائم کنه. خب پشت رابطه سازی ها الگوریتم خیلی پیچیده است که از حوصله ما شما دور است و کار ما هم نیست، بیشتر توسط کسای مدیریت میشه که گرداننده های اصلی این شبکه ها هستن، حتی گاهی این رابطه ها را به نحو اونا انتخاب میکنن که کدام گروه با کدام گروه بیشتر در رابطه باشه. این مسئله جداگانه است به هر صورت، ولی در افغانستان فضای مجازی مدت خیلی کم است که مهمان خوانده و یا ناخوانده زندگی افغان ها شده و یک بخش قابل ملاحظه از زندگی کاربرانه، یا یکی امانت گرفته یا به اصطلاح دزدی کرده. هنوز این پدیده در افغانستان ناپاس نو است، جوان است و مردم تجربه و آشنایی کافی با این پدیده ندارن. تنها شبکه ها، خب این شبکه ها را که یک جا به گوشه بگذاریم، اصلا خود اینترنت عمر خیلی دراز نداره در افغانستان و دسترسی به اونا هم خیلی محدود است. این حال اگر دقیق تر بگویم، ما از مدت به این طرف کوشش کردیم که از جمع دیگه شبکه ها فیسبوک هم از شمار یا ایتو بگویم که از مدت به کوشش کردیم که فیسبوک به یکی از پایگاه های اصلی فعالیت های در دهکده مجازی، جهان مجازی مدل بسازم. خب ایتو ببینیم، تا یک دهه پیش ما اصلا تصور کرده نمیتونستیم که خوب وقتهایی رو میگیم که هنوز شبکه های اجتماعی ظهور نکرده بودن، رابطه برقرار کردن با یک هنرمند خودش یک قیامت بود، یا اصلا یا ممکن نبود، یا اگر ممکن هم بود خیلی دشوار بود. ولی امروز شما میبینین ستاره های سرشناس در تمام جهان از دوستداران خود روز دور نیستن، بله، الان در صفحه خود با کامنت های جواب میتن، با اونا عکس میگیرن، عکس ها رو در صفحات
محیط مجازی به نشر می رسانند و پیشنهادها و نظریات و انتقادهای دوستا و حتی بدخواهای خود هم گوش می دهند، گاهی جواب هم می نویسند به اعتمادی پیشنهادها و نظریات دوستانشان. بله، دوستان آقای دریا صحبت کردن و طوری که در پایین صفحه میبینین ما یک گروه از دوستان شما را هم در اینجا گرده هم جمع کردیم، از داخل افغانستان، از دنمارک، از شهرهای مختلف با ما هستن. اتفاقا یکی از شرکت کننده آقای فریدون حکیمی هستن از هلند که خودشان هم یک صفحه را در رسانه ها ایجاد کردن برای آوازخوان. آقای فریدون حکیمی تو چت شما عضو یکی از صفحات آقای زلیا در رسانه اجتماعی هستین و چی فکر میکنین که تانستن از طریق دنیای مجازی در بحث با یک هنرمندی که با اونا علاقه دارن شرکت کنین؟ بله، اول از عرض ادب و احترام خدمت تمام کسایی که اینجا اشتراک کردن، خصوصا فراجان دریا، جای افتخار است به من که من با هم شما هم صحبت هستم. اولین بار است یک ذره من احساساتی میشم وقتی که همشهری های خودم میبینم در اون خصوصاً فراجان دریار اولین بار از من هم بهتون صحبت میکنم. خب انترنت و خصوصاً قسمی که فراجان دریار فرمودن فیسبوک همی هنرمندارا و علاقمندار زیارا بسیار نزدیک ساخت. مثلا شخصاً من میتونم برای فراجان دریار پیام بفرستم و شخصاً از خود از او جواب بگیرم و یگان سوی تفاهم و مردم ها که در بارشان مثلا معلومات غلط یا درست بود میتونه آدم از خودشان جواب درست و دقیق بگیره. یک موضوع بسیار خوب و جالب را آقای دریا من فکر میکنم آقای حکیمی بیان داشتن که او جواب دریافت پاسخ مستقیم از شماست. به نظر شما ای تا چت تانستن نه تنها در عرصه بالفرض کمک به هنر شما، در عرصه خبررسانی به افغانها و یا به جامعه دیگه کمک کنه که اینا بتونن واقعا خبر موثق، نظر موثق از خود فرد دریافت دارن تا ای که مثلا به شایعات و غیره اتکا کنن؟ سوال از من بود یا از آقای حکیمی؟ چون اونا گفتن که بسیار خوشحال هستن که از طریق صفحه شما حال مستقیما سوال یا نظری که در قبال شما دارن پاسخش از خود شما دریافت میکنن. به نظر شما این تا چه حد باعث شده که انتقال معلومات به شکل موثق‌تر صورت بگیره، چه در عرصه هنری، چه در عرصه سیاسی و موضوعات دیگه از طریق رسانه‌های اجتماعی؟ آیا فکر میکنین یک نقطه مثبت است یا منفی؟ من فریدون عزیز سلام و محبت دوباره میفرستم. گپ خوب جالب اشاره کردیم. زندگی کسای مثل ما با هنگامه های خیلی کمان روبروی است. گاهی حتی یه هنگامه و شایع سازی ها و شایع پرگانی و اتهامات حتی خیالات که هیچ اصلا حقیقت نداره زندگی درون فامیل ما را هم تأثیر قرار میده. به هر صورت گذشته از نام اعتبار ما در سطح جامعه و فراتر از کشور و بیرون، به هر صورت وقتی که اینا امکان از این دارن یا از امکان دوستدار هنرمند امکان از این داشته باشن که یک مسئله که در بیرون ایجاد شده و سوال است که باید حل شود و یا مستقیما از خود هنرمند بپرسن، به نظر من حرف خیلی مثبت است که هنرمند امکان از این داره تا او را حل کنه و زبان خود با استناد که خودش لازم میدانه مسئله را طوری که حقیقت داره روشن کنه، روشنی بیندازه و فردایش دوستدار آوازخوان هم خوش باشه و آوازخوان هم خوش داره. نظر من خیلی گفه دیگه. بسیار عالی. از آقای حکیمی که در هلند هستم، فقط با یک کلیک ماوس به دنمارک میریم با سراغ یک شرکت کننده خوب دیگه ما، خانم لیلا مایار که نرس هستن در کشور دنمارک و این خودش هم از فضایل باز هم رسانه اجتماعی است که ما با یک کلیک از امریکا رفتیم
بحالن و حال بدن مارد. لیلما جان سلام با شما. شما هم یکی از دوستان آقای دریا هستیم که امروز در این صحبت مجازی ما باشن شرکت کردیم. برداشت شما در قبال فعالیت های رسانه‌های اجتماعی چیست؟ در قبال ابتکاری که آقای دریا داشتن یک صفحه فیسبوکی را ایجاد کردن که بعد یک تعداد شرکت کننده و اعضای از او را حتی به محفل هم دعوت کردن. شما تا چه حد با فعالیت های آقای دریا از طریق دنیای مجازی در تماس هستیم؟ من به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت دریا صاحب، خدمت شما لینا جان و سایر دوستایی که امروز هم از زیر سقف یک جا هستیم. سلام تقدیم میکنم و منعیس یک علاقمند آواز فراد جان دریا ایجاد صفحه فیسبوکی را از فراد جان دریا را من قدم مثبت می دانم، خصوصا بر نسلهای جوان ما که فراد دریا یک الگوست بر جوان ها و این یک قدم مثبت از جوان های ما یاد گرفتن که خصوصا بر کسایی که در اروپا بزرگ شدن بر از اونا غیر از اینکه به حساب خانه گپ می زدن، گپ زدن خواه به حساب لسان مادری آسان است، مگمی که به حساب املا و انشا مشکلات زیاد داشتن. نمی خود نمی ایجاد صفحه فراد جان دریا و ای که دوستا می آین کامنت می مونن و من فکر می کنم شاید وقتی که سر می زنی به صفحه 70% جوان ها باشن. بله بله. برای رشد زبان و املا و انشا و بسیار یک قدم نیک است. لیلا ما جان، من یک نظر از شما دارم. وقتی که صحبت از جهان مجازی میشه حضور خانم ها در او بسیار کم است، یعنی حتی بعضی ها زیر نام مستعار هستن. کسی فکر میکنین بالفرض در صفحه آقای دریا یا در صفحات دیگه در رسانه ها شما من حیث یک خانم تا چه حد شامل هستیم، تا چه حد نظر میدین و تا چه حد بدون حراس برداشت خود را از اوضاع بالفرض در میان میگذاریم؟ علی مجان گل، وقتی که من 4 سال پیش برای خود یک صفحه فیسبوکی تیار کردم، هدف من ارتباط مستقیم قایم کردن تنها همراه فامیل اقاربم که در چاکوشی دنیا بودن، هدف معمی بود. آیستا آیستا به صفای شعر و هنری و چون ما علاقمند زیاد صدای فراد جان دریاستم، خوشبختانه که من تانستم که صفحه فراد جان دریا را به حساب از طریق فیسبوک پیدا کنم و لایک کنم سفره. در اول من هیچ فکر نمی کردم که من به حساب قدر شخص میگن آغشته میشیم که برای فقط همی به حساب یگانه بعد از اینکه از کار میاییم خونه هنوز لباس ها را تبدیل نکده میشینیم به حساب فیسبوک ها به گفته عام چالان میشم. اگر به حساب اروپا من فکر میکنم که شما سوال شما را جواب بدم، به حساب اروپا من فکر نکنم که قدر خانم های زیاد زیر نام مستعار باشن برای از اینکه اینجا پرابلم نیسته. مگم به حساب افغانستان من فکر میکنم که همی گذاشتن تصویر و خانم که اگر بخواه یک صفحه فیسبوکی داشته باشه برش مزاحمت ایجاد میشه، و خاطر که محیط افغانستان هنوز هم یک محیط بسته است با وجود خوشبخت همه در اکثریت مردم به اینترنت دسترسی دارن، مگم با تا محیط بسته شاید یکانه تاثیرش همی باشه که خانم ها به نام مستعار و بدون تصویر. اجازه بدین که عین نظر از آقای دریا داشته باشم. آقای دریا، اگر شما به صفحه خود در رسانه‌های اجتماعی چی در فیسبوک یا توییتر رجوع کنید، اعضای خانم شامل در او تا چه حد شما از اونا نظر میگیرین و چطور آیا موضوع یا کدام پلان را روی دست گرفتین تا خانم ها را هم ترغیب کنین؟ چرا که ما از یک جامعه سنتی میایم و معمولا یک تابو شکنی باید از یک جای آغاز شود تا پدیدهای از این نوع
که من فکر میکنم موقعی با فرهنگ ما هم نیست، دادن نظر در مورد یک موضوع توسط یک خانم، ولی هنوز همی در جامعه ما یک عیب پنداشته میشه. شما در بخش ترغیب حامیان خانم در صفحات رسانه اجتماعی خود چه فعالیت های انجام داده؟ خانم روزبه، حضور خانما اگر دقیقاً صفحه فیسبوک خود و گوشهایی که من در بهکده مجازی استفاده میکنم او را براتون بگویم شاید اشتباه نکرده باشم اگر بگویم حضور خانما بیشتر از مردها هست و یکان نفر نام خدا آنقدر حضورشان برجسته میشه که من فکر میکنم یک باغ پر از خانم میکنم، یا به زبان کابل اگر بگویم مثل او باغ باغ زنانه میشه که من فقط مقابل خانوما نشستیم و من صحبت میکنم باشن و اکثرا دو تا لحظات باز مردا اعلام میکنن ترک میکنن سهلر چون اونا نام خدا قابل میشن مسلط میشن سر صحبت ها. من با حضور خانوما در صفحات خود مشکل ندارم، به قدر کافی هستن، ولی طور که لیلما جان نازنین هم گفتن و شما هم اشاره کردن، اشتراک خانم ها در زندگی افغانستان یک تابو هست و باید کسای مثل ما کوشش کنند که دروازه ها را بیشتر برشان باز کنند تا اونا احساس امن کنند، احساس اعتماد کنند و داخل این دروازه های مجازی و این خانه های مجازی شوند که اصلا نمیدانند این طرف دیوار چی میگذرند و تجربه کاملا نو هست، اصلا دهکده کاملا خیالی و تازه هست برشان. اونا گرچه با مقایسه اشتراکشان در زندگی واقعی که ببینیم در زندگی مجازی اشتراکشان بیشتر است، چون اونجا اندکه به خاطر پنهان کردن هویت اصلی خود احساس راحتی دارن، حرفای خود آسان‌تر میگن، گپای خود آسان‌تر میگن و تا حد زیاد حرفای دل خود هم شما مثلا آقای دریا عمدن پست هایی را در صفحه خود قرار میدین که تنها مختص خانم ها باشه و اونا را ترغیب کنه که نظر بتن؟ گاگای شده بله بله. خب باز معلوم دار از طرف بچه ها بمبارد شدیم ولی بله. خب لازم بوده همونتون بسیار علی. از صحبت از افغانستان شد، از حضور خانم ها از دنمارک و از اروپا میریم به سراغ تعدادی از اعضای خوبی که از افغانستان مستقیما با ما هستند. آقای وحید الله اسکرزاده دکتر هستند از کابل، لطف کردن در ساعت 9 وقت شب وقت خود در اختیار صحبت قرار دادند. آقای اسکرزاده شما و این هم آقای دریا بفرمایید. خب تشکر لینا جان روزبه، با سلام خود خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون آشنا و یک سلام خاص خدمت مهمان ویژه هنرمند محبوب و دوست داشتنی و سفیر صلح افغانستان جناب دریا صاحب تقدیم میکنم. خب خوشحال هستم که جز از نشست امروزی به گونه زنده از طریق گوگل هنگاوت هستم. طور که دریا صاحب پیشتر اشاره کردن واضح است که شبکه های اجتماعی امروزه در زندگی همه ما وجود داره و در سالهای اخیر پیشرفت‌های شبکه های اجتماعی فوق العاده سریع و تاثیرگذار بوده که افغانستان هم از جمله کشورهای است که از این تحول دور نمانده و شما میبینید که امروز این جهان به این بزرگی به یک دهکده کوچک بیخی مبدل ساخته، طوری که آقای دریا هم اشاره کرد و ما به این امیدوار هستم که خوب طریقه استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نحوی درست و بهره‌گیری به شکل مثبت باشه. ما فقط دو سوال کوتاه از آقای دریا داشتم که چی فکر میکنن آقای دریا همین شبکه‌های اجتماعی فعال اطلاعاتی چقدر تونسته رسانه های سنتی مثل تلویزیون، رادیو و خاصتا روزنامه ها را تحت پوشش خود قرار بدن؟ یک موضوع. و سوال بعدیم، آیا می شبکه های اجتماعی فعال امروزی چون فیسبوک، تویتر و یوتیوب آیا می تونه تهدید باشه یا فرصت؟ تشکر. بسیار موضوعات جالب را مطرح ساختین. بفرمایید آقای دریا. آقای اسکرزاده خوش آمدین در خانه مجازی ما، زنده باشین، از دیدارتان خوشحال هستم، از فکرهایتان خوشحالتر. سوال کلانتر از این در افغانستان امکان دسترسی به خود اینترنت است. ما تا او حدی که این سوال را براحتی جواب داده بتانیم امکانشان نمی بینیم، چون هنوز قسمت خیلی خیلی اندکه یا درصد خیلی پایین مردم دسترسی به اینترنت دارن.
اینترنت و خاص شبکه های اجتماعی چیزیست که کسی را در گوشه خاموش نمیماند. هیچ ممکن نیست که در باز شود و شما داخلش نشین یا وسوسه داخل شدن به این در شما را آرام بگذارد. افغانستان هم مثل هر کشور دیگر مشتاق در آمدن به این فضای مجازی هست. من یقین دارم وقتی دسترسی مردم درصد بالاتر پیدا کنه به اینترنت و به شبکه اجتماعی، شما اشتراک خیلی فراوانتر و گسترده‌تر مردم در شبکه‌ها می‌بینیم. همین الان هم که درصد دسترسی مردم به اینترنت در افغانستان خیلی اندک است، مقایسه او حضور افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی واقعاً چشمگیر است. یک. و بخش دوم سوال شما برام جالب بود که آیا حضور شبکه‌ها تهدید است یا یک جان؟ گفته بودن تهدید است فکر میکنین یا میتونه یک تشریح یک چیز انقلاب خوب است که رسانه ها در حال گسترش است یا فکر میکنین میتونه تاثیر منفی بر یک جامعه بگذاره؟ یه هم بسته به ایست که ما از این چینه استفاده میکنیم. ما باید ابزاری را که به این گستردگی او را اجازه میدهیم داخل زندگی ما شود، داخل روزمرگی ما شود، از فهمی بستر خواب ما شروع شده تا تمام جایی که میریم با ما باشه، به این گستردگی که او را میگذاریم داخل زندگی ما شود، باید بدانیم که این ابزار چی هست، چیگونه کار میکنه و با کدام فرهنگ ای را ما استفاده کنیم تا مفاد بیشتر برای ما برسه، تا که همین فرهنگ استفاده درست اینا نهادی نشود در زندگی ما. بله. من به این صورتی را تا حد زیاد تهدید نمیبینم، جز این که کس ندانه کجا میره. ولی یک مسئله هست که یادمون نره، تعداد زیاد کاربرای شبکه های اجتماعی نوجوانان و جوان ها هست. یا قشر خیلی آسیب پذیر هستن، خاصه که باز اینا ندانن که چگونه از این شبکه ها استفاده کنن. واقعا این شبکه ها میدانن در این حاله که یک منبع بزرگ معلومات و یا یک پل رابطه با جهان بزرگتر بر اینا میشه، یک تهدید هم میشه. این مثل که پیشتر گفتم تجربه کاملا تازه و نوپا در افغانستان است. من توجه آگاهان این مسئله را در افغانستان جلب میکنم که کمک کنن، نسل های جوانتر را کمک کنن، با ایشان کار کنن تا چگونه از این ابزار در زندگی خود کار بگیره. خب خوشبختانه باز هم یکی دیگه از اعضای خوب این صحبت با خود از مزار شریف داریم، آقای عارف سروری که کارمند یک بنیاد غیر انتفاعی هستند و امیدوار هستیم که بتونیم واضح صدایشون رو بشنویم چون قبلا مشکل داشتن. آقای سروری بفرمایید. سلام خدمت شما، خدمت آقای دریاف و اعضای گروه اختلاط. من به نظر شخصی ما کاربرد رسانه‌های جمعی خیلی اگر به شکل بهینه استفاده شده خیلی مثمر است و تونسته که حلقه‌های متفاوت مردمی رو در سراسر جهان به هم پیوند بده. چنانچه ما زمانی که سال 68 جناب دریا صاحب هنرمند سوال شدن، من خیلی آرزو داشتم که بتونم ببینم یاد یکی در او کنسرتشون حضور داشته باشم که متاسفانه از این چانس را نداشتم. اما بعد از اینکه دهی سالهای پسی زمانی که فیسبوک ایجاد شد و جناب دریا صفحهشون را ایجاد کردن، برای اولین بار یک چانس طلایی برای من میسر شد که تانستم جناب دریا را بهش ارتباط برقرار کنم و از نزدیک در باشن بشنو و یک پیاله چای سبز بنوشم و از ارتباط خیلی خرسند. فقط یک سوالی که از جناب دریا دارم این که همونطور که همگی ما شاهد هستین، در زمانهای پسین روی کرده جناب دریا در رسانه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک خیلی جدی و زیاد است. شما مثلا در فیسبوک اگر متوجه باشین حداقل هر روز اگر نشه هر دو روز یک بار یک استیتوس جدید از جناب دریا ما میخوانیم که به جای خودش خیلی مثمر مفید است. فقط من یک سوال، چون سوال می بود که خود جناب دریا چی فکر میکنن؟ آیا پرداختن بیشتر به رسانه‌های جمعی باعث نمیشه که
زایش هنریشان را کاهش بده یک مانع ایجاد بکنه؟ عارف عزیز، عارف گرامی، خوش هستم شما را از مزار با خود در کنار دیگه دوستا دارم. راستی نگفتین هوا در مزار چطور است؟ خوب است؟ هنوز هم بوی جوی مولیان است؟ سوال شما، راستی مهم است آدم خیلی با دقت جواب بده، چون تصورات تا امروز در مورد پرداخت هنرمند با بینندهش طور دیگه بوده. یعنی تا زمانی که شبکه های اجتماعی ظهور نکرده بود طور دیگه بود. مثلا گفته می شد که هنرمند باید از مردم تنها از طریق هنر خود رابطه داشته باشه، اگر قابل حس و قابل دسترس باشه اهمیت خود کم میکنن، اهمیت خود می بازه. یک و دیگه فرموده شما که فرصت های زایش هنریش کم میشه. من با اینا امروز موافق نیستم. تکنولوژی امروز تمام ارزش ها را در زندگی اگر دگرگون نکرده باشه قسمت اعظمش را دگرگون کرده. ما خیلی پدیده ها را از نو تعریف کرده رایستیم در زندگی خود با حضور شبکه های اجتماعی. اصلا رابطه انسان با انسان بعد از حضور شبکه های اجتماعی از نو تعریف میشه. دمی جمع رابطه هنرمند، هنرمندی که خلاق باشه با بیننده و شنونده و گیرنده هنرش هم تغییر میکنه. شما تو فکر کنید شبکه های اجتماعی کلانترین فرصت ها را برای رسیدن به میلیون ها تن در عین لحظه برای هنرمند فراهم میکنه. اگر هنرمند از این فرصت استفاده نکنه، خب یک فرصت خیلی کلان شهید میکنه. برادر خدا اصلاحش کنه. این فرصت ها و زمینه هاییست که ما با جان و دل میخواهیم میره بسود کار خود، حتی بسود زایش هنری خود استفاده کنه. من برادر واضح میگم عارف عزیز، بعد از حضور یا پرداختن بیش از حد معمول ما در شبکه های اجتماعی و دیدار با دوستانم، ما فعالتر شدیم و زایش هنری ما بیشتر شده. حتی اگر شما توجه کرده باشین ما سرودهای خاص فیسبوک بیرو دادیم، آنگاهی که حالات خیلی خیلی خاص و حالات که فقط بر خودم ارتباط داشت، او را با میلیون ها تن شریک کردم، اشتراک دادم، خواندم، پخش کردم. به طور مثال یکی از آهنگا همی دلم تنگ است. من فکر نمی کردم که ایتو یک لحظه خاص ما در هیچ یک از آهنگای رسمی که در رسانه های اجتماعی تا حال داشته باشم که این از فیض خود شبکه های اجتماعی دارم، چون طرز حس هنرمند هم به خاطر دریچه تازه که باز شده فرق میکنه، رابطهش حتی با زایش هنری فرق میکنه. من به این حدم میگم، شاید کسی با اون موافق نباشه، ولی من این رگه پنیک میدانم و یکی از عوامل حمایت کننده زایش هنری میبینم. حتی اقشار وسیع دوستداران من که با من تماس هستن من را اصلاح کرده رایستن و در من جوانه های آثار نو اینا بذر شکاشته رایستن. یک بود جالبه که من از صحبت آقای سروری برداشت کردم ایست که در این زمانی که طرح که شما آقای دریا گفتین، این موضوع باعث میشه که شما با همه دوستداران خود، حامیان خود در سرتاسر جهان در تماس باشید، ولی در این حال به گفته آمریکایی‌ها میگه شما را وارنربل یا به نوع در انظار عامه هم بیشتر قرار میتر تا جایی که منظوری هستین. احساسات شما بیشتر شریک میشه با مردم، واکنش شما فکر میکنی ای تا چه اندازه میتونه منفی یا شاید هم مثبت باشه؟ یعنی آیا فکر میکنین جنبه اهانت ها که بعضی اوقات به افراد و شخصیت های عامه میشه و یا سوء برداشت نظریه، چون فکر میکنی خودش گاهی وقت مزاله را بیشتر با وجود نمیاره؟ شما درست میگین. یکی از حساسیت های در دسترس میلیون ها تن بودن هم همی هست.
که آدم وقت امو امنیت آدم کننده میشه. یک مثال هست، ما اصلا خسن آدم اسم که کلیم بوی قورمه میتن، یعنی گذاشته از این شبکه های اجتماعی بر ما تنها دکان بزنس نیست که فقط مثلا من اثر خود پخش کنم از او عاید داشته باشم و در نهایت هم خب این بخش دیگه که بزنس و این طورت هم باشه رابطه ما با بینده و شنونده ایم است که تا یک حد به اونا هم یک خوش باشه سلام علیکه داشته باشم هوا چطور خوب است خوب است آهنگ تازه من این یک حد معمول است که اکثریت مطلق هنرمندا به امی شما میپردازن. من که گفتم که کلیم و بوی قرمه میتر دلیل چیز که من در کنار آثار هنری من فکر تولید میکنم و فکرها و اندیشه ها را در میان میگذارم با تعداد وسیع‌تر و گسترده‌تر مردم، نه تنها با دوستداران خود بلکه با اونایی که اصلا با ما موافق نیستن هم طرف میخوایم شوم. طرف شدن به منظور مواجه شدن باشن نه، یعنی یک مسئله را باشن مطرح کنم تأثیر داشته باشم. هنرمندی که بخواه فراتر از کار هنری خود یا جدا از کار هنری خود هم تأثیر داشته باشه کارش با مشکلات بیشتر مواجه میشه، چون فکر تولید میکنه و تولید فکر در یک جامعه ممکن است یک گروهی را موافق بسازه و یک گروهی را در مخالفت بایش قرار بده. این مشکلات داره ولی من ازش مفاد بیشتر دارم میبرم. بسیار عالی. اجازه بدین یکی دیگه هم از شرکت کننده ما باز هم تبریک بگم به همت رسانه اجتماعی با یک کلیک یا فشار بر موس از افغانستان. پس برمیگردیم به دنمارک. آقای بسیر آریا را با خود داریم. آقای دریا که اینا بسیار یک موضوع جالبی را بر ما گفتن که به دلیل مصروفیت های کاری معمولا بیشتر اخبار و مسائلی را که مربوط به افغانستان است از طریق رسانه ها به دست میارن. آقای آریا بفرمایید و بر ما بگویید که تا چه حد با فعالیت های آقای دریا از طریق رسانه اجتماعی سلام خدمت شما خانم روزی و خدمت دریا بزرگوار و تشکر از اینکه برای ما مرا لایق دانستن که در این بحث شرکت داشته باشم و انتخاب کردن. تشکر، ممنون از لطفشان و این فرصت کلایی در امزاد خوشحالتون که دارم. و در مجموع از زمانی که ما وارد صفحه دریا ساد شدیم، البته پیش از او دو اکاونت ساختگی که به اسمشان بود بسیار دیر با اونا در تماس بودم، ولی بالاخره یک روز درک کردم که این نمیتونه از خود دریا سایب باشه و بالاخره من شخصیت آقای دریا را تمثیل کرده. چطور این بسیار یک مسئله جالب است، بخواهم اینکه شما چطور کشف کردیم که به نفر آقای دریا نیسته؟ بخاطر که در این زمان که اون سفر را داشتم، این سفر را من پیدا کردم صفحه اصلی را و وقتی که طرز نوشتاری از اونا را با این صفحه سر دادم، شاید دریا صاحب یاد داشته باشن من نوشته کردم که آیا خودشان هستن یا نی، با وجود که جواب نگرفتم ولی دیدم که با دیگر دوستانی که جواب نوشته کردم در مقابل کامنت هاشان درک کردم که نه، صفحه اصلی امی است و اونا را عربیشان دیسلایک کردم دفتر. که این یک مشکل بسیار کلان است، نه تنها به نام دریا صاحب، به نام بسیار هنرمندان دیگر صفحه های ساختگی است که نمیفهم از او با هم با هویت و هم با شخصیت هنرمند صدمه میرسانند. بسیارشان مطالب را نشر میکنند که اصلا به یک هنرمندی تعلق ندارد و همچنان که با دریا صاحب هم تو کار را میکردند. و از زمان که با صفحه دریا صاحب آشنا شدیم، شاید اگر مبالغه نکنم از فعال‌ترین ها که یکی خودم هستم که همیشه حتی به نیمه شب هم سر میزنم که باش چی گفت در صفحه و تمام کامنت ها را بدون مبالغه میخوانم و بعض شانه لایک هم میکنم بعض اکثریت شانه و بعضا توهین آمیز هم میباشن که از اونا بسیار متاثر میشم و حتما گاگای فکر میکنم که نشه که از خاطر یک چند نفره که معدود هستن و من نامشان انتحاریای الکترونیکی ماندیم از بدلیل از اونا دریا صاحب یک دفعه تصمیم بگیره و ما را از این چانس طلایی که ما با دریا صاحب در ارتباط باشیم یک دفعه ببینیم که فیسبوک را بسته کنن و ما دیگه نتونیم امروشان در تماس باشیم و باور کنیم بعض وقت شده که
حتی که ما جواب یک کامنت گرفتیم یک هفته خوشحال بودیم و حتی یک بار شده که یک کم طبیعت خوب نبود در خانه اصابم خراب بود یا چی خانم کنه همیز برای ما گفت بقیه هم که جوابت نشته نکردن و یه برای ما بسیار گفتم نیست جواب بود گفت نیست خودم مریض هستم یا طبیعت خوب نیست دیگه از زمان که ارتباط دارم یعنی یک مکتب شده برای ما صفحه دریازت و واژه ها و کلماتی که به سالها به حساب در ذهن ما بندی بودن استفاده نمی شد چون به کشورا بغیر از لسان خارجی دیگه لسان افغانی در نوشتار کار نیست که ما بیشتر را اونجا نوشته می کنم و بعض وقت هم زیادتر نوشته می کنم شاید هم بعض وقت امو گفت دادو باشه دادو شده باشه تست می کنن ولی؟ بله گفتم در این نوشته کردن املا و انشا را در صفحه آقای دریا شما پرکتس میکنین تمرین میکنین پرکتس بله زیاد پرکتس میکنم و در ضمن زیاد میبینم کسایی که در این مدتی که ما کامنتایشان خواندیم بسیار فرق کرده با گفته خود دریا صاحب طرز نوشتارشان طرز املایشان و بسیار فرق کرده چون بر از اونام روز به روز هر چقدر خوانده میرن و میبینن که مثلا یک واژه یا کلمات چگونه باید نوشته شود موضوع بسیار خوبه شما آقای آریا مطرح ساختین آقای دریا وقتی ما صحبت میکنیم از رسانه‌های اجتماعی کاری که ما تا حال صحبت کردیم یکی بود عزیز که چقدر این در خبر رساندن مؤثر واقع شده میتونه چقدر میتونه مردم در جریان معلومات قرار بده و از جانب طوری که آقای آریا گفتن در حال حاضر در فیسبوک ممکن 15 تا 20 صفحه فرهاد دریا باشن ممکن چندین صفحات دیگه ایجاد میشه که انتقال معلومات غیر موثق را هم آسان میسازه برای دیگران و درک استفاده کننده را از اینکه کدام صفحه واقعا مربوط به یک هویت و شخصیت است و کدام نیست و بود دوم جالبه که آقای آریا گفتن این که اهانت هاست موضوعات و شایعات که شما کمی در مورد از او تشریح دادین ولی وقتی یک فرد یک شخصیت ملی یا شناخته شده در جامعه خود هست باید روشی را برای برخورد با این نظریات هم پیدا کنن یکی خود معلوم دار خشم و عصبانی شدن است شما ابتدا چطور تانستین که بالفرض در بین این همه صفاتی که وجود داره برای اعضای صفحه خود با ثبوت برسدین که واقعا شما آقای فرهاد دریا هستین و این صفحه از شماست و با اهانت ها و شایعات فرهنگ برخورد شما چطور است چطور توصیه میکنین برای جوانان که برخی از اونها از کابل هم اکنون عضو این گفتگو هستند که وقتی با این واکنش ها با اینا برمیخورن چطور رفتار کنن چی کنن بستیر عزیز شما هم خوش آمدین سلام من هم بپذیرین بر همه دوستان میگم که بصیر آقا از فعالترین صفحه منه که فعالترین صفحه من هستن با یکی میدانم چون با در جریان چند وقتی که با هم در گفت و شنود هستیم دانستیم که سخت مصروف هستن ولی با هم به اساس علاقه که خودشان اشاره کردن حضور همیشگی در صفحه دارن این برای من خیلی عزیز و گرامی هست و برایشان بگویم که ما که فیسبوک من را بسته نکنم من فیسبوک را بسته نمیکنم یک خانم روزوی به جواب شما یقینا به قدر کافی صفحات دزدی به نام من هست یک تعداد زیادش بستیم یک تعدادش هم توجهش از طرف صفحه خود معطوف کردیم که اونا با ما یک جا شدن و در جریان ای داده گرفت با صفحاتی که به ما تعلق نداره و مردمی که تعداد اندکی که اونا فقط نیش گشت و مار تکلیف بدگویی و بدپراگنی دارن اونا بدون اینکه با ما خودم مشکل داشته باشن اصلا طبیعت بدگویی دارن هر کسی که گیر میکنه فقط میپالن که کی را در کجا پیدا کنن یک چیز از تاریخی های درون خود بیرو بکنن باز برای اونا هم چایخانه های مجازی بهترین فرصت یک جرعه چای تاریک سیاه هست به هر صورت من با اینا چگونه برخورد میکنم امی طرز برخورد ما با چنین فکرها با چنین قلمها با چنین افراد اندک شمار خودش باعث شده که دوستان که صفحات فراوان از ما دیدن بفهمن که
اینی طرز برخورد از فرهاد دریا هست، پس امی صفحه هم به خود فرهاد دریا تعلق داره. من چنان دل بزرگ برای ایتو فکرها و برای پذیرش مردم فراوان دارم که شما شاید تصور کرده بتونین نتونین، به هر صورت یعنی تجربه من یا ایتو بگویم که در زندگی بیشترین تمرکز من، بیشترین سرمایه گذاری انرژی و توان و فکر من روی انسان است، روی انسان و رابطه هایش، رابطه هایشان با هم دیگه، رابطه ما با اونها. من مثلا یکی از جمله کسایی هستم که عاشق عزیزم در گوشه بشینم و فقط هزارها و صدها هزار انسان هم که در روی سرک تا بالا میشن ببینم، چهره هایشان ببینم، خطوط رویشان، حرکتشان، برخوردشان، طرز صحبتشان تماشا کنم، از این حظ میبرم. من یک نوع تفکر، به یک نوع تفکر دست میافم. به من امکان از این داده که با افراد مختلف، با اشخاص مختلف طوری که لازم است برخورد کنم. من هرگز در برابر کسایی که زبان به بدگویی میگوشاین به شیوه خودشان عمل نمی کنم، کار من نیست. اگر تخلص خود هم دریا گذاشتیم، یکی از دلایل شمی است که وقتی که نام میگذاری خب باید با مسما باشه، حوصله خود هم دریا کردیم، دل خود هم به دریا زدیم و می خاطر پیشتر هم گفتم که وقت فکر طرح می کنم منتظر از این باشم که کسایی که اصلا با فکر عقیده نیستن، حتی سخت مخالفش هم هستن، در برابر من میستن و ممکن است حتی به بدترین وجه با ما برخورد کنن. من با اونا شبیه خاص کنم دارم و خیلی خوشبانی باز و حتی مرتان یک چیز قبل از اینکه طویل شما گپا بگویم که 70-80% کسایی که ما باشن با ایش برخورد کردیم فرداش دوست ما شدن. بسیار عالی. صحبت از برخوردها شد در رسانه های اجتماعی و بزرگترین از او به نظر میرسه که از جانب جوانان یا برخی رسانه ها در داخل افغانستان است. این موضوعات اجتماعی و غیره را به کنار گذاشته و رسانه های اجتماعی را سیاسی ساختن. آقای امید رشید کوهستانی از کابل با ما هستند. برداشت شما تا کنون از صحبت های آقای دریا چگونه بوده؟ شما چطور من حیث یک جوان در افغانستان از رسانه اجتماعی استفاده میکنیم و تا چه حد معلومات و تماس هایی که دارین با شخصیت ها از طریق رسانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیم فهم صدا درست است؟ بسیار واضح، بسیار واضح، بفرمایید. با یک سلام گرم خدمت همه گی دوستا، ببینجا آقای فرهاد دریا و خود شما خانم روزبه. خب فیسبوک در اصل که حال ما داریم تازه تازه پیدا کرده میریم، برای سیاست ساخته نشده. فیسبوک هم که از نامش پیداست برای ازی است که آدم چطور لحظات خود با مردم شیر بکنه و یا شریک بسازه و تصویر بگذاره از او. ولی رفته رفته فیسبوک من از یک چیز مبدل شده که هر کس در هر بوده که بخواید واقعا از او استفاده بکنه، فیسبوک همراهش به امور روان میشه. یعنی اگر شما میخواین که یک آدم اجتماعی باشین، بر شما فیسبوک فراد دریا را پیشنهاد میکنه. اگر شما بخواین سیاستمدار باشین، شخصیت های سیاسی را پیشنهاد میکنه. و اگر شما بخواین از اطلاعات از حوادث روز اطلاع پیدا بکنین، فیسبوک برای شما خانم روزبه و امثال شما را برشان پیشنهاد میکنن. بنابراین فیسبوک تانسته در ابعاد مختلف مفید واقع شود. ولی چند چیز مفیدیت را که من میخوایم برتان، همه دوستان میفهمند ولی بازم برجسته بکنیم، این است رسانه اجتماعی یک خوبی را که دارن نسبت به رسانه‌های دیداری و شنیداری است که شما در رسانه‌های شنیداری و دیداری فقط میشنوین و میبینین ولی ریپلای کردن نمیتونین. یعنی منظور این است که شما پس دیدگاه خود را بیان کردن نمیتونین. اجازه بدید از شما اینطور بپرسیم آقای کوهستانی که شما من هستی یک جوان بفرد، اگر بخواین معلومات خود را در داخل افغانستان در بخش موضوعات هنری یا ادبی طوری که گفتین سیاسی به دست بیارین، آیا رسانه اجتماعی اولین گزینه شماست از اونجا که بیش از 70% نفوس در افغانستان اکنون تلفن دستی داره؟ بالفرض میخواین آهنگ جدید آقای دریا را بشنوین،
آیا شما اول به تلفن دستی خود رجوع میکنین یا به تلویزیون و رادیو؟ خب این یه چیز واضح است که تقریبا امو سابق میگفتم که چیز هر گپی که واقع شده باشه در سیاست افغانستان دمی افغانان کابل یا دمی سر بازاری گپ است، ولی امروزه هر چی که خبر واقع شود دست اولش در فیسبوک است. بله. یعنی خبر هر چی زودتر به فیسبوک میرسه. ما فقط چند تجربه را امروزتون میخوایم شیر بکنم یا شریک بکنم که ما از طریق فیسبوک واقعا توانستیم نیم دستاوردهای زندگی ما، یعنی هر آنچه که ما بعد زندگی خود دستاورد داشتیم، نیم این دستاوردها مرهون فیسبوک است و اینمی رسانه اجتماعی است. اگر ما با شخصیت‌های بزرگ سیاسی رابطه برقرار کردیم، فیسبوک بوده. باور کنیم، من یک مثالش براتون میگم. با یکی از شخصیت‌ها میخواستم دیدار داشته باشم و فیسبوک مسیج کردم، اصلا امید نداشتم. وقتی برام پس نمبر خود روان کرد، وقتی زنگ زدم، او مای گاد، این خود شخصیت بود و من رفتم دیدم و میفهمین یکی از شخصیت‌های دیگه افغانستان. شاید اصلا باور نکنین، من میره براتون میگم که آقای پروفسور استاد سیاف، اونا اصلا امیال فیسبوک اپدیت میکنن، یعنی فیسبوک دارن استفاده میکنن، چک میکنن. بله. و این بسیار خبرای جالب است به نظر من. خب آقای کوچنی، ما هم امروز تونستیم که از طریق یکی از همه امکانات که گوگل هنگاوت هست، آقای فرهاد دریا را با تعداد از دوستدارانشان یک جا جمع کنیم. من فقط یک دو سوال از آقای فرهاد دریا دارم. بله، بفرمایید. اون سوالای می اول، خب بسیار خوشبخت هستم که برای بار دوم با اینا مستقیم هم صحبت میشم، چون یک بار در ایوارد شو هندوستان متانستم این فرصت مساعد شد برام که برای امرشون یک چند دقیقه ببینم و صحبت بکنم و مو ابراز علاقه که داشتم برشان ابراز بکنم. ولی نه، فرصت کمتر بود که تا مسائلای خودم مطرح کنم. یک سوالی است که آقای دریا، چی حس برتان پیدا میشه وقتی می لایکایتون زیاد است؟ وقتی میبینین که این لایکی که در فیسبوک میگیرین زیادتر لایک، بله بسیار مهم است در فیسبوک. بله بله. یه چی حس داره که مثلا کلگی پشت همی لایک های فیسبوک حساب میکنه برای شما؟ چی دوست میتا وقتی که لایک های تان زیاد میباشه؟ و اگر این سوال خانم روز بی خودشان هم جواب بدن. و سوال دیگه ایست که وقتی که میبینین که در این فضای مجازی، خب در پیشویتان همگی خوبتان هم میگه، مطمئن هستم بعد هیچ کس نگفته، ولی اونو یعنی اونو نکات را که بیان میکنن که سرتان خوش نمیخوره و احتمالاً شاید حقیقت میباشه با پوزش زیاد، اونو وقت چی حس برتان دست میده که میبینیم که اگه آدم اینی گپ گفته و یا حقیقت داره و هیچ راه فرار هم نداره؟ بسیار زیاد تشکر. من بسیار زیاد خوشحال هستم که در میان شما بزرگوارا و دوستایی هستم که همگیشون فیسبوک ده و دسترس دارن دیگه. اگر درباره مفیدیت های فیسبوک هر چقدر بگیم بیشتر وقت دوستا ضایع میشه. و بسیار زیاد تشکر میکنم که مرد این بحث با خود داشتین. خواهش میکنم. آقای دریا بفرمایید. آقای کوهستانی، به ده افغانان مجازی خوش آمدین. دیدار دوم ما که اولش در هند بود، فرمودید شما الان ده افغانان مجازی هست، زیباتر و شیرین‌تر هست. حرفای شما خیلی جالب است. من وقت لایک آدم زیاد شده مثل این که تاجر پولی زیاد شده. اگر خب از من توقع داشته باشه که من گپای قلمبه و سلمبه و این که لایک افزون شدن لایک چونین است و چونان است، برادر آخرش یک گپ است خوش میسازه، میبینه که شما میبینیم که مورد محبت مردم بیشتر قرار گرفتیم. لایک که مثلا در صفحه من هست بیانگر تمام دوستدارای من نیست. قسمت خیلی خیلی اعظم دوستدارای من در افغانستان در جای زندگی میکنن که یگانه وسیله رابطهشون رادیو است مثلا یا نهایت تلویزیون است. از اون طریق با من رابطه برقرار کرده نمیتونن. قسمت خیلی خیلی اندکش هم در صفحات فیسبوک اینا با خود دارم که هر روزی که یکیش دو میشه، دوی سه میشه، سهیش چار میشه، ای های کش میکنم نظر خوش میشنم که زیاد شون کنم. من چک میکنم مواظب
پست های خود هستم که یا مطالبی که نشر میکنم مواظبشان هستم که چی تعداد مردم بوره میبینن در مجموع. آمار و ارقام است بیره بس کسی دیگه دیده نمیتونه، فقط خود کسی که صاحب مصطفی هست میبینه. من میبینم که اتو وقتم شده که یک پست در ظرف دو روز سه روز در مجموع یک نفر دو میلیون نفر دیده، در کشورهای مختلف جهان دیده. شاید بختان جالب باشه بگویم که من از افغانستان بیشترین عضو دارم، بعدش از پاکستان، سوم از عراق، نمیفهمم چرا. جالب است. از کشورهای عربی دیگه هم دوستانای زیاد دارم. به صورت آدم خوش میسازد که خدا زیادترش کنه. آقای کوهستانی سوال دومتون باشه، من یادداشت کردم چی؟ او برادر من در مورد بدخواهان میخواستم، من فکر میکنم تشریح دادن یک کمک در دو سوال قبل که طرز برخوردتان چگونه خواهد بود. بله بسیار کوتاه میگم. خب اگر هر فرکونا بگوین حقیقت داشته باشه، من ازش نه تنها که گریز نمی کنم بلکه تشکر میکنم از قابل و خدا از فردایش اصلاح میکنم. این اتفاق با کرات و مرات واقع شده در همین خود صفحه خودم. بارها کسای روی چیزهای انگشت گذاشتن که واقعا یک کمبود ما بوده، ما فردایش رو اصلاح کردیم و یا در خود دیوار کامنت گذاشتیم یا که پیام فرستادیم و ازشان تشکری کردیم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب تشکر آقای کوهستانی که از ما هم این سوال کردین. تعداد لایک ها طوری که آقای فرهاد دریا گفتند مهم است، ولی به نظر من گاهی وقتا که من کوشش میکنم یک مطلب تشریح کنم و نظریاتی که برای من میایه که من حتی قادر نیستم با پست کردن های مجدد خود برای از اونا تشریح کنم، گاهی وقتا آرزو میکنم که بالفرض از 100,000 نفر حداقل 10 نفر ولی اینا حرف مرا میفهمیدن. ولی بعدا فکر میکنم خب شاید همین دلیل است که ما باید در این رسانه فعالیت کنیم برای افزایش آگاهی، یا من یا طرق آقای فرهاد دریا میگن برای واضح ساختن عقاید خود. و در بخش شایعه و بدگویی معلومدار مثل هر انسان اتهام یا شایعه و بدگفتن برای هر کس خوشایند نیست، ولی وقت شما کوشش میکنین که خود برای مردم تشریح بتین، خوشبختانه فرهنگ جامعه ما نوشده که حال فرق بین شایع، اتهام و شخصیت اصلی یک نفر بعد از یک مدت هموطنان ما درک میکنه. و خوشبختانه موضوع دیگه ایست که شایع همه یکسان است. یعنی اگر کس آقای فرهاد دریا را میخواهی بکوبه این الفاظ را برشان استفاده میکنن یک شخصیت دیگه، به نام تفاوت گذاری یا فرق برای انزی برای مردم آسان‌تر شده و یکی از معضلات عمده است که در فرهنگ سازی در رسانه اجتماعی ما باید او را استفاده کنیم. برحال باورتان میشه یعنی از یک ساعت ما فقط 5 دقیقه یا 6 دقیقه و ختمش بیشتر باقی نمونده. من میخوام این سوال از آقای دریا بپرسم که به نظر شما رسانه‌های اجتماعی در طول 2 سال اخیر فکر میکنین که در افغانستان به طور کل آیا بیشتر سیاسی شده یا خیر بر اساس تجربه که شما در فعالیت های خود دارید؟ به زندگی خود افغانستان و افغان ها مراجعه کنیم، چون همه چیز سیاسی شده هست و یا سیاست زده هست و یه خاطر به هر وسیله و ابزاری که اینا دست میازن به نحو سیاست ها بقچه سیاست ها با خود میارن. بله بله. حتی خیلی زمانی هم شما ببینین بحث ها آغاز میشه هوا چطور است، اگر شما هوا چطور است معروف عزیز نسیم خوانده باشین بحث از هوا شروع میشه، پسان یا دست به گریبان میشن به خاطر رئیس جمهور. بله. این اتفاقات هر روز واقع میشه در افغانستان. بله. خب ما تقریبا 4 دقیقه با ختم این صحبت ما بیشتر باقی نمانده. ممنون و تشکر از تمام شما که از مزار شریف، از کابل، از دنمارک، از جرمنی، از هلند و تعداد که حتی در فهرست انتظار بودن که با آقای فرهاد دریا صحبت کنن میخواستن در این صحبت شرکت کنن. البته یک آغاز است برای داشتن صحبت‌های زیاد از طریق گوگل هنگ‌آوت برای رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا روی موضوعات مختلف که باز هم از شما دعوت به عمل خواهیم آورد. و یادآور میشم که وقتی که شما که بحث مشاهده میکنین در ختم روز بعد از برنامه تلویزیون رادیو آشنای صدای آمریکا بر روز پنجشنبه آقای فرهاد دریا از طریق صفحه فیسبوک ما به نظریات شما پاسخ میدن. به هر حال اگر فرصت شرکت در این صحبت با ایشان نداشتین
و صفحه تلویزیون آشنای صدای آمریکا با آدرس اینترنتی facebook.com/voatvashna مراجعه کنین. در ختم برنامه تلویزیونی روز پنجشنبه، آقای دریا به همین شکلی که با برخی از هموطنان ما امروز صحبت کردن از طریق چت با شما خواهند بود. بازم تشکر از همه شما که در این صحبت شرکت کردین. آقای دریا، حرف آخر را به شما می‌سپاریم، فقط دو دقیقه وقت داریم. بفرمایید. زنده باشین. سیر و گشت در رسانه‌های اجتماعی و به صورت خاص فیسبوک مثل گلگشت و چکر در یک باغ زیبا است. آدم خوبی میشه، از ذهن خسته و حتی دلهای هم گرفته باز میشه، گشایش دست میده و حتی خوشخویی آهسته آهسته ممکن است آدم به سرحد احتیاط به رسانه‌ها برسانه. و می خاطر هم ما دوستش داریم، هم هکرها و هم دزدا، همه دوستش دارن. من فقط در آخر یک بجای حرفای دیگر فقط یک فکاهی میگم، یک قصه خنده‌آور میگم که فیسبوک رب داره. میگن یک گدا پشت در خانه در قلباب میکنه، صاحب خانه بیرون میبره، سلام علیک میکنن، صاحب خانه طرف چشمای گدا خوب سعی میکنه، سعی میکنه میگه برادر، در نظرم خیلی آشنا معلوم میشی. این گدا هم که دوباره به دقت طرف چشمای صاحب خانه سعی میکنه، نشاش باز میشه، ما شما در فیسبوک فرند هستیم. بسیار عالی. حالا ببینیم فیسبوک تا این حد، این فیسبوکی شوخ چشم و خوازاده تا این حد در زندگی ما داخل است. ممنون از شما آقای فرهاد دریا که وقت خود را در اختیار برنامه و یا صحبت ما از طریق گوگل هنگاوت قرار دادین و در صفحه فیسبوک به روز پنجشنبه بعد از ختم برنامه باز هم چت خواهیم داشت با حضور دوستداران شما. ممنون از وقتتان، تشکر از حضورتان. زنده باشین، تشکر از